دوستای عزیزم سلام، اگر که دوست دارین این گل بابونه رو که با آینه دوخته شده یاد بگیرین، این ویدیو برای شماست. در پایان اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و نظراتتون رو کامنت کنین. اول من آینم رو گذاشتم و دور تا دورش رو با خودکار حرارتی کشیدم. حالا آینه رو به 7 قسمت مساوی تقسیم کردم. بنا به سایز آینتون و سلیقه‌تون میتونین این تعداد رو کمتر یا بیشتر کنین. حالا بین این اندازه ها رو دوباره نصف میکنین و یه خط صاف به سمت بیرون میکشین. طول این خط برای من 2 سانتی متره. ولی شما میتونین کمتر یا بیشتر بکنین. این اندازه در واقع طول گلبرگ شماست. حالا همه این 7 قسمت رو خطوطش رو بکشید. میریم سراغ دوخت آینه. آینه رو با یکم چسب مایه بچسبونیم. با 3 تار نخ آینم رو میدوزم. شما میتونید با 6 تار نخ هم بدوزین. اول 2 تا خط عمودی میدوزم. تقریبا آینه رو به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنم و بعد 2 تا خط افقی. دقت کنید اندازه ها حدودی هست. نخو کامل محکم روی آینه بکشید که شل واین هسته. ببینید حالا ما 4 تا مثلث داریم توی گوشه های کارمون. این مثلث ها پایین این در واقع مثلث ها باید روبروی همدیگه دوخته بشن. ببینید اول میریم سراغ اون دوتا. در واقع اگر آینه رو بچرخونین انگار دوباره داریم 2 تا دوخت افقی و 2 تا دوخت عمودی میدوزیم. این دوخت پایه آینه دوزیمونه. حالا 2 تا دور کار رو با دوخت زنجیره باید بدوزیم. ببینید اگر آینتون بزرگتر از این سایز هست بهتر است با نخ 6 لا بدوزین، یعنی نخ کامل گلدوزی. ولی من چون آینم کوچیکتر بود و دوست داشتم دوختم ظریف‌تر بشه با 3 تار نخ دوختم. در هر صورت این یه چیز سلیقه‌ایه. وقتی من میگم با 3 تار نخ دوختم میخوام بدونین که این کار با این ظرافت با 3 تار نخ دوخته شده، وگرنه شما میتونین اینو حتی کمتر یا بیشتر هم بکنین. سعی کنین زنجیرهاتون خیلی بزرگ نباشه. طول زنجیرهای من تقریبا 2 میلیمتره. حالا میرسیم به مرحله آخر آینه دوزی که جمع کردن نخها به کناره هاست. ببینید از داخل یکی از زنجیرها فرقی نمی کنه کدوم زنجیر نختون رو بیرون بیارید. حالا ما یه مربع وسط آینه داریم. باید از وسط اون مربع نخ‌ها رو به طرفین جمع کنیم. دوختی که باهاش این نخ‌ها رو جمع می‌کنیم دوخت دندون موشی هست. ببینید زنجیره ما 2 طرف داره، یکی به طرف آینه یکی به طرف بیرون آینه. از زیر اون قسمتی که به سمت بیرون آینه است سوزنم رو رد می‌کنم و نخم باید همیشه زیر باشه، همونجوری که دارین دوخت دندون موشی می‌دوزین. سعی کنین خیلی فاصله ندین بین نخها که فضای خالی زیاد نمونه رو آینتون. یعنی منظورم دور تا دورشه، وسطش رو نمیگم. بعد یه نکته دیگه که اینجا معمولا برای همه سوال پیش میاد این که ما باید توی هر دندونه یه دندون موشی بزنیم. نه، این البته بستگی به اون سایز زنجیره هاتون داره. یه وقت زنجیرتون انقدر ریز دوختین که فقط توش میتونین یه دونه نخ رو رد کنین و دندون موشی بزنین. یه وقت هست مثلا زنجیراتون خیلی درشت دوختی میتونین تو هر زنجیره 3 تا بزنین. این اصلا مهم نیست. مهم اینه که شما کنار هم نخ رو در بیارید. ببین یه جاهایی من نمیتونم همزمان وقتی نخ رو دارم جمع میکنم، یعنی سوزن از زیر نخ رو جمع میکنم و میخوام ببرم زیر زنجیره، نمیتونم همزمان یک جا ببرم. اشکال نداره چون من مخصوصا این که من دارم توی یه جهت آینه رو میدوزم
در واقع باید آینه تو دست شما بچرخه. اشکال نداره، شما اول نخ رو از زیر نخ ها رد کنید، بعد از زیر زنجیره رد کنید، دندون موشینتون رو بزنید. ولی میگم وقتی تو کار بچرخونید دوخت رو، این اتفاق پیش نمیاد براتون. میرسیم به قسمت دوخت گلبرگ جذابمون. سوزن تهگرد و به این شکلی که من توی پارچه بردم، توی پارچه میبرین، یعنی از اون قسمت 2 سانت یا حالا هر اندازه که خودتون میخواین علامت دارین توی پارچه میبرین. این حد فاصله که انتخاب کردیم الان خیلی مهمن. از سمت چپش نخ رو بیرون میاریم، دور سوزن میپیچیم و سمت راست اون اندازمون، یعنی همون 7 قسمت ها که حالا مال شما هر عددی هست، داخل میاریم. از وسط اون دوباره نخ رو بیرون میاریم، دوباره از سمت چپ میبریم و پشت سوزن گیر میندازیمش. حالا باید این گلبرگ رو ببافیم. ببینید ما الان 3 تا نخ داریم. وقتی از سمت راست داریم میدوزیم، از نخ اول و سوم، یعنی از زیر اون دوتا رد میکنیم. وقتی از سمت چپ داریم سوزن رو رد میکنیم، فقط از قسمت وسطی رد میکنیم، از زیر قسمت وسط. ببینید پس 3 تا نخ داریم. از اولی و دومی سوزنمون رو از زیر این رد میکنیم، نخ رو کامل فشرده میکنیم با سوزن. حالا از سمت چپ که داریم میدوزیم، سوزنمون فقط از زیر نخ وسطی رد میشه، تا آخر همینه. فقط هر مرحله که میدوزیم سوزن رو باید به سمت بالا ببرید که نخ ها فشرده بشه، یه جور شبیه بافت گلیم میمونه. نکته ای که اینجا داره، اول اینکه نخ رو خیلی فشرده بکنین که گلبرگتون در نهایت خیلی خوشگل بشه. و یه نکته خیلی مهم دیگه ای که این گلبرگ داره، اینکه وقتی نخ رو چه از سمت راست چه از سمت چپ دارین رد میکنین، ببینید دقیقا اینجا، خب نخ رو خیلی نکشین که اون حالت مثلثی گلبرگمون خراب نشه. من یه وقت میبینم مثلا هنرجوها نخ رو زیاد میکشن، الان فرم گلبرگ ما یه حالت مثلثی داره، خب ولی در نهایت انقدر از طرف این میکشنش، در آخر مستطیل میشه یا کلن فرمش از دست میده. پس نکته مهمش همینه که سعی کنید این قسمت کناره ها رو توی همون فرم اولی که ما گذاشتیم، حالت مثلثی، توی همون بدوزیم. ببینیم بالاش نازکتر، هرچی میاد به پایین پهن‌تر میشه. شما اگر نخو بتونید کنترل کنید، خیلی نکشین یا خیلی هم شل ولش نکنید و فشرده اینو بدوزین، گلبرگ قشنگی دارین. خب اینجاشو من تند کردم چون خیلی طولانیه. حالا مرحله آخرشو دوباره نگاه کنید، تا جایی که میتونین، یعنی تا جایی که شما دارید این نخ ها رو میبینین، سوزنشون رو باید رد کنین، هنوز جا داره. اینجاشو آروم کردم که تیکه آخرش رو بهتون بگم نخ کجا میره. خب پس همون جوری رد کنین. ببینید من یه جایی سوزن رو برعکس میکنم به خاطر اینکه نخم گیر توی نخام گیر نکنه. حالا اینجا سوزن رو وسط گلبرگ ببرید داخل. خب گلبرگ ما تموم شد و میرسیم به جذاب ترین قسمت این گلبرگ، که واقعا باید الان چهره هاتون رو میدیدم چون خیلی همیشه هنرجوام و دانشجوام توی این قسمت ذوق میکردن. حالا باید سوزن رو بردارین و گلبرگتون آماده است. گلبرگ شما برجسته است و انتهاش به پارچه گیر نکرده. حالا شما اگر دوست داشته باشین میتونین اینو فرم بدین و یا یه ذره جمعش کنین و اون پایینو یه بست بزنین که این برجسته نمونه. این کاملا سلیقه‌ایه، ولی من میذارم همینجور آزاد بمونه. بقیه گلبرگ هم طبق آموزش بدوزین.
امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه و دوستش داشته باشید.